سایت نهاد مردمی، طرح و سیستم نهاد مردمی روز یک شنبه 22 ماه آگوست، یعنی کمتر از 17 روز دیگه، حدود 17-18 روز دیگه قرار است که روز یک شنبه که میشه 31 مرداد ساعت 9:30 شب به وقت ایران که میشه 10 صبح به وقت غرب آمریکا، 7 شب به وقت اروپای مرکزی، 1 بعد از ظهر آمریکا شرق آمریکا، به مدت 2-3 ساعت این برنامه اجرا بشه و پخش مستقیم بشه از 2-3 تا کانال تلویزیونی و رادیویی احیانا در سراسر جهان از جمله در داخل کشور. از تمام شما عزیزانی که در این اتاقهای اینترنتی هستید، به خصوص از عزیزانی که در داخل کشور هستند و در این چند هفته و ماه گذشته با ما بودند، مخصوصا کسانی که در رابطه با طرح یکم بیشتر میدونن و یا با اصولش موافق هستند، دعوت میکنم که اگر مایلی در اون روز معرفی شما هم به نوبه خودتون با اسم مستعار و یا با نام شخصیت حقیقی خودتون، مسلما از ایران که هستین باید مستعار باشه چون خطرناکه، اگه نباشه میتونید که از قبل با ما هماهنگی کنید در اون روز از طریق اینترنت، تلفن، هر جوری که صلاح میدونید، بوده 30 ثانیه 40 ثانیه پیام خودتون رو به ملت ایران برسونید، به مردم ایران پشتیبانیتون رو اعلام بکنید به عنوان یکی از پیشگامان نهاد مردمی. و روزی که نهاد مردمی معرفی بشه، همونجوری که خواهید دید، همونجوری که قول دادیم و همونجوری که باید باشه، در این ساختمان مجازی که باز بشه هیچ فردی و هیچ سازمانی درش وجود نخواهد داشت، همونجوری خالی خواهد بود، یک ساختار مجهز آماده برای همکاری و همبستگی همه ایرانیان و غیر ایرانیانی که با یک هدف ساده و 5 اصل شاید از اون ساده تر ولی بسیار مهم موافق هستن و آمادگی دارن که دعواهای گذشته و احیانا دعواهای آینده رو که بعد از آزادی ایران با هم خواهند داشت، سر این که در ایران آینده از لحاظ اقتصادی چه سیاست هایی به کار گرفته بشه از لحاظ سیاسی و غیره، امروز رو گذاشتند و خواهند گذاشت برای همبستگی، همکاری، البته با روی پا بودن روی عقاید شخصی و ایدئولوژی های سازمانی خودشون که 100% قابل احترام هست و خواهد بود. بنابراین اجازه بدید که من اینجا شروع بکنم و چند تا از این قسمت های جواب های نهاد مردمی رو که مدت هاست راجبش ما صحبت نکردیم، فقط در رابطه با اشکال ها صحبت کردیم، اشکال های سیستماتیکی که چرا تا الان اپوزیسیون خارج از کشور نتونسته یک ساختاری بنا بکنه، یک همبستگی درست بکنه، راجب اشکالاش صحبت کردیم ولی راجب جواب تا حالا صحبت نکردیم. و ما میتونیم که الان من میتونم شروع بکنم یکی یکی این جوابا رو اونجوری که تقریبا میشه به این گفت پروسه سیستماتیک تاسیس نهاد مردمی و همچنین آیین‌نامه مقدماتیش رو شروع بکنم، کم کم بعضی رو توضیح دادن و مکس بکنم و منتظر باشم که بحث بکنیم، برای اینکه همین کار رو ما بعد از روز 22 آگوست خواهیم کرد. یعنی با وجودی که یک آیین‌نامه مقدماتی تهیه شده توسط دوستان، اون به هیچ وجه نه آیه قرآن و نه این که عوض نشدنیه، بلکه تمام قسمت‌های این آیین‌نامه مقدماتی قابل تعویض هست و پشتیبانان نهاد مردمی و پیشگامان آن هستند که باید اون رو جلوی چشم مردم با مردم سالاری و با شفافیت رأی بدن، تایید بکنن تا اینکه تازه کار را بیفته و بره جلو. ولی قبل از اینکه شروع بکنم راجع به این دو تا، یعنی شروع بکنیم تو قسمت جوابا، اجازه بدین یک توضیح کلی و یک بک‌گراندی خدمتتون عرض کنم که دوباره احیانا که ما چرا می‌خوایم این کارو همه با هم انجام بدهیم. اصل مطلب اینه که همه ما باور داریم، یعنی که میگم همه، یعنی واقعا هر کسی که در داخل و خارج از کشور در این یکی دو سال گذشته به خصوص ما باش صحبت کردیم و در همین اتاقهای اینترنتی هم هی من وقتی گوش میدم حرف شما عزیزان میشنوم، به خصوص عزیزان داخل کشور، به خصوص کسانی که در جنبش سبز بوده و هستن، میبینم که فقط تو فقط همه میگن که ما مدیریت و هماهنگی مبارزات نداره، در داخل کشور نمیشه، تا قبل از اینکه مردم بیشتر دل سرد بشن و جوانان جنبش سبز بیشتر دل سرد بشن و اپوزیسیون خارج از کشور، ما باید این هماهنگی رو درست بکنیم و یک ساختار و یک مدیریت مبارزه رو درست بکنیم.
حالا چگونگی این هماهنگی مدیریت مبارزه دو جور بیشتر امکان نداره در حقیقت. اگه واقعا بهش نگاه بکنیم دو جور بیشتر نمیشه، یا از طریق بالا به پایینه یا پایین به بالا. بالا به پایین یعنی چی؟ یعنی یک ساختاری درست میکنید که روز اول یه نفر میاد و میگه که آقا من فلانی هستم، حالا یا سرهنگم یا سربازم یا مهندسم یا هیچکارم، من میخوام بیام و ایران آزاد بکنم و این فکرهارم دارم، یا احیانا اینقدر پول دارم یا اینقدر پشتیبان دارم یا اینقدر فلان دارم فلان دارم، آی مردم بیاید. و این چندین بار در این سالهای گذشته انجام گرفته، حالا اسم نمیبرم ولی مسلما شما مثالهاشو میتونید بزنید. و بستگی به کاریزمای اون شخص، بستگی به بودجه‌ای که داره، بستگی داره که به نظر من تا چقدر مردم واقعا دیگه تشنن و میخوان یه کاری بکنن. ما دیدیم که بعضی از این جنبش‌ها و حرکت‌ها تا یک مقداری میگیره، یک تعدادی جمع میشن و در گذشتم خب اتفاق افتاده که بعضی از این کارا گرفته، برای اینکه بستگی به زمان و به نوع عمل کرده اینا اینجور نیست که اگر بالا به پایین کاری انجام بشه همیشه غلطه. خود من ایمان فروتن زیاد موافق کارهای بالا به پایین نیستم، برای اینکه کسی که در اون بالا باشه و به نظر من یکی از اون اشکال‌های مختلف هست، بعد از یک مدتی اگر یک سیستم نظارت و چکن بالانس به قول آمریکایی‌ها نباشه، اون شخص احیاناً یه حالت دیکتاتوری و که حالا هرچی من بگم و اینجوری بشه و اونجوری بشه پیدا میکنه و یک کم کارها به بیراهه میره. شبیه به اون بالا به پایینم یک گروه هستن دور هم جمع میشن که این هم بسیاری ما انجام دادیم و حتی بسیاری از این تلاش‌های گذشته 18 سال گذشته یه جورایی اونجوری شروع شده، با وجودی که همه دنبال دموکراسی بوده و هستیم و در اینا تلاش هدف اصلی این تلاش‌ها دموکراسی بوده، شروعش این بوده که 5 نفر 10 نفر 20 نفر و در نهایت 200 نفر 150 نفر همدیگر رو دعوت می‌کنن چون می‌شناسن، میگن آقا بریم فلان روز در یک شهر دنیا، لندن، پاریس، واشنگتن، نمیدونم بن، کن تو آلمان، بریم بشینیم توی هتلی و اونجا سعی بکنیم یه ساختاری درست کنیم و همونجا یه رأی گیری بکنیم و یه هیئت امنا انتخاب بکنیم و بریم برای یکی دو سال آینده سعی بکنیم برنامه‌ریزی کنیم برای آزادی ایران و کمک و این حرفا. این دو جور تا الان جواب نداده. دلایلش هم که جواب نداده، ما نشستیم چند سال تحلیل کردیم و یه سری دلایل 15 گانه پیدا کردیم. آقا این همه ما این کارا رو کردیم در نشست و جنبش‌های مختلف، به این دلایل جواب نداده. پس چرا نیایم که این بار واقعا اون کاری رو که در آینده ایران باید بشود و ما همه دنبالش هستیم، یعنی یک حرکت و جنبش مردمی به قول آمریکایی‌ها گراس روت، یعنی از پایین به بالا بدون هیچ پیش‌فرضی، بدون اینکه از قبل بگیم این شخص خوبه و اون شخص بده. ممکنه خودمون در خودمون یه توانایی دیده باشیم یا در دوستانمون که این چقدر خوب حرف میزنه و اون چقدر خوب می‌نویسه و این چقدر خوب برنامه اجرا می‌کنه و اون چقدر فلان، ولی تا وقتی که ما این میدون رو و این گود رو باز نکنیم، در این ساختمون رو باز نکنیم و دعوت نکنیم از هر کسی، از هر گروهی، از هر سازمان و حزبی، از هر رسانه‌ای، از هر منفردی، از هر جای دنیا از جمله ایران که اگر مایلن داوطلبانه بیان در این حرکت کمک بکنن، به نظر من اگه ما این کارو نکنیم یه جورایی درست نیست، برای اینکه فرض بر اینو کردیم که کسان دیگه نه قدرتشو دارن نه تواناییشو دارن نه فکر و آگاهیشو دارن، فقط ما در 20 تا 40 تا 100 نفر هستیم و همینی که هست. و به خود من ایمان فروتن بارها ثابت شده در این چند سال گذشته که این مردم عادی هستن، این کسانی که هیچ کس اسمشون رو نشنیده، این جوانا و یا غیر مسنهایی که کسی اسمشون نشنیده هستن که اکثر اوقات بیشترین انرژی رو دارن، تشنه کار کردن هستن، داوطلب کار هستن، به خصوص از اونایی که در داخل کشور هستن. پس این نهاد مردمی میگه ما بیایم که از پایین به بالا شروع کنیم و همچین چیزی رو بسازیم. ولی در ضمن نهاد مردمی به این هم باور داره که آقا نباید کار از صفر شروع کرد. در این 30 سال گذشته این همه منفردین و سازمانایی که خدمتتون عرض کردم زحمت کشیدن، کار کردن، تجربه دارن، موسفید کردن، نوشتن، گفتن و باید از اونها استفاده کرد. پس درست نیست و لازم نیست که بگیم که مثلا آقای لیان شما برید در سازمانتون تو اروپا ببندید، یا آقای فروتن شما برید در جنبش ایران فردا رو ببندید، یا حزب مشروط شما در تو حزب مشروط رو ببندید، یا آقای شهرام هومی شما در کانال 1 رو ببندید، آقای پارس و غیره، همه بیایم یه جا جدید جمع شیم. نه، کسی این کارو انجام خواهد داد. مردم غرور دارن، مردم زحمت کشیدن، مردم
اشخاص اومدن کار کردن و یکی از دلایل شکست هم تا الان این بوده، برای اینکه تقریبا همکاری معناش این بوده که در همه چی رو ببندیم بیایم با هم جمع شیم.